آقای سالار تا انتهای دوره به وظایفشون ادامه میدن. ختم جلسه. صلوات. من اون اتاق کنترل میکنم. مطمئن باشی. ببین. اومدم بهت بگم که اگر اون صندلی نشینی همه برنامه که برای آینده داریم به هم میزه. همه چی هم دست من نیست. خیلی ها هستن که از انتخاب مدیر عامل نینوا ناراحت هستن. به نفع تو هم نیست ناراضی بدن. این بابا رفیق قدیمیمه، با هم نون و نمک خورد. گفتم خاطرتونو میخواد که اینجا رو بهتون داده. گفتی پول بده ما میکشیمش پایین؟ گفتی یا نگفتی؟ نه فقط جاسم، که خیلی هایی دیگه منتظرن زمین خوردنتونو ببینن. بری چی نگاه میکنی؟ خیال میکنی پولم میگیرم و اینجایی به تو و اون رفیق قدیممون واگذار میکنم که پول پارو کنین؟ ها؟ از امروز منم تو بازیم. الانم اومدم تو رو شیرفهم کنم، بعدم میرم سراغ اون رفیق قدیمیم. دیگه سه نفریم، سه تا شریک دوست داشتنی. تا حالا به همچین مخمسه که تو من انداختی نیفتاده بودم. تقصیر خودمه، نباید تمام قدر تو اعتماد میکردم. از آخرین باری که به کسی اعتماد کردم اصلا خاطری خوشی ندارم. همینجا صبر کن، من قبلا واسهت گفته بودم اینا بچه های بدی نبودن. بله قربان، گفته بودین که یکی استخدامشون کرده بوده. اسمش هم سخت بود. پر مرزوق. مرزوق قربان توی خلیج فارس تیکه تیکه شد. سوردیج قربان، مرزوق یه زنده مونده دیگه. مرزوق کی بود؟ مرزوق معاون این شرکت کشیرانی بود. جاسم میشناختش، یه 10 سال از ما بزرگتر بود، ولی قولدار. اصلا به در اون میشناخت، حتیش سم میخواست یه مدتی به در اونگاه سم مرزوق بهش نمیداد. من ولت میکنم که با گذشتت روبرو بشی. تو هم منو به مرزوق برسون. اگه بفهمه دنبالت هم آفتابی نمیشه، پس سایت میشم. فهمیده که یکی از اون آدمایی که با گذشته من ارتباط داشته هنوز زنده است. میگه اگه بیرون باشم ممکنه مرزوق آفتابی بشه. مرزوق؟ اسمش به نظرم از آقای سمی شنیدم. تحتش در میارم. بله من که رو حرفش رو حرف زدم مرزوق خان. بالاخره چیزی هم دستگیرت شد؟ فکر میکنی بشه مرزوقو پیداش کرد؟ به ناصر شک دارم. به نظرم میدونست مرزوق زنده است. بهش گفتم تنها راهی که میتونن از شما انتقام بگیرن اینه که منو قانع کنن که شما اون قتل رو انجام دادین. به ای زنگ زدم گفتم داوود آزاد شده و هیچ مدرکی عملیش نیست. اگه حدسم درست باشه مرزوق برای قانع کردن من یا تصفیه حساب با شما باید پا پیش بذاره. من وقت زیادی ندارم. به اون پلیس قول دادم که اگه نتونستم مرزوقو پیداش کنم دوباره خودم معرفی کنم. ولی حالا که معلوم شده کار شما نیست. آره، برای خودم معلوم شده. من اون روز نحس اونجا بودم، بالا سر پدر زخمیت. اصلا یادم نمیاد چرا. یعنی منم رفته بودم که شما اون امانت رو برگردوندید. اونی که امانت رو برگردوند حسین سالاره. داوود چی؟ اصلا چرا من سیمین رو برداشتم فرار کردم؟ ها
آقای سالار، من خیلی خوشحالم که یه سوء تفاهم باعث نشد بهتون صدمه‌ای بزنم. خوشحالم قبل از اینکه دیر بشه فهمیدم بعد طرف کیو بگیرم. تو کار بزرگی کردی. اینکه نذاشتی کینه چشتو کور کنه. کار هر کسی نیست. اعتماد کردن به شما کار سختی نیست. خیلی‌ها قبل این کارو کردن. حتی اون پلیس. حالا میفهمم چرا رفیق قدیمیتون انقدر بهتون مطمئن بود. مطمئن. حالا دیگه خیلی وقته که هیچی اون معنی محکم قدیمیشو نمیده. همه چیز تقریبیه. پر از ابهام. به هر حال اگه از چیزی باخبر شدی منم در جریان بذار. من بیدارم. آقای سالار، میدونم الان وقت مناسبی نیست، ولی حالا که یه بار دیگه با هم تنها شدیم میخواستم ازتون یه اجازه ای بگیرم. خواهش میکنم. الان به حسی که دارم خیلی مطمئنم. خیلی با خودم جنگیدم، اما عجله نکن پسر، هنوز خیلی چیزا قطعی نشده. من بهتون باور دارم. الان وقتش نیست. بذار اگه زنده موندیم بیا با مادرش صحبت کن. آقای سالار، من میخوام جزئی از خانوادتون باشم، کنارتون. بله. باشه باشه، الان میام پایین. آقا زنگ زد. خود مرزوق بود. زبونش میگرفت، صداش هم یه خسخسی داشت. گفت میخواد ببینتمون هر دومونو. گفت بعد یه چیزایی برای هممون روشن بشه. کجا؟ فردا ظهر جلو مسجد جامع. ظهر عاشورا جلو مسجد جامع؟ خود قیامته. گفت شما بیاین من خودم پیداتون میکنم. لابد حد زده که منو تعقیب میکنن. خب میخواین شما نیاین، من خودم تنها میرم، به محض اینکه آفتابی شد یه جوری خبرتون میکنم، یا اینکه اصلا مسلمو میکشونم اونجا. نه، این داستان من اونه، خودم باید این قصه رو تموم کنم. فعلا به کسی چیزی نگو، نه به رحیم نه به لیلا. ولی آخه شما این حق منه که خودم بخوام از گذشته خودم با خبر بشم. سوار شو. چی؟ با تو هم اینکه تو داوود نیستی؟ آره، من داوودم. بشین تنک موتور، باید بریم. کجا باید بریم؟ من اینجا قرار دارم. گفتم بهت بگم قرار جاش عوض شده. تو بجون، سوار میشی یا برم؟ پس چرا تنهایید؟ من فکر کردم بابا شماست. تو دسترس نیست. با گوشی خودتون یه زنگ به پدرتون بزنید.
بردار سرگرد بردار. خاموشه. وای. چی شده؟ تنهایی رفته سر قرار. تو پیداش میکنی نه؟ پس بالاخره اومدی مرزوق. آره بله مرزوق خودمم، همونی که همه فکر میکردن تو راه فرار به کویت کشته شده. اما من نمردم، زنده موندم. همین سالام زنده بودم، زنده موندم تا دوباره پیدات کنم، اونم درست همون جایی که به هم نارو زدی موقع تصفیه حساب دا بود. من اومدم اینجا که از اون روزه واسم بگی.
من برات بگم اگه باهات کار نداشتم که داغ این دیدارم به دلت میذاشتم. تو چی راجع به من فکر کردی؟ باهات قرار بذارم کارت قصه بگم؟ تو اگه با کشتن من به آرامش میرسیدی خیلی وقت پیش این کارو میکردی، همون موقع که دوباره منو پیدا کردی. نه، تو دنبال چیز دیگه ای بودی. دست ورد داوود، هنوز حافظت بر نگفته؟ اونم اینجا کنار این شط، جایی که هنوز از مرگ خواجه بدر زنش بوی خون میده. هیچی بیادت نمیاره؟ خواجه بدر رو من کشتم؟ معامل با آدمی که اصلا نمیدونه برای چی اینجاست اصلا هیجان انگیز نیست. تو بکشی تو قطع این حرفا نیستی. منو جاسم این کاری کردیم، تو وسطش رسیدی. ما خواجه بدر همینجا گیر انداختیم، زن و پسرش فرار کردن رفتن تو قایق، جاسم و ناصر دنبالش. اون احمق دنبال اون الماسا بودن. من دنبال اون شرکت کشتیرانی بودم، اون که همه عمر برای جون کنده بودم. از قبل من بود، زحمات من بود که اموال و لنجام شرکت چند برابر شد. من سهممو میخواستم. از الماسام که خبری نبود. جورو خواجه بدر زن و پسرش کشتیم، جای الماسا رو لو نداد تا اینکه تو پیدا شد. عین گرگ درنده بودی. راستش نگاه که بهت کردم ازت ترسیدم. دستت برسید میتونستی منو بکشی. جاسم از پشت گرفتت، تو مشت و لگد مینداختی. یادت میاد همین دیروز حواسم به همه چی هست این بود؟ اینجوری میخواستی دستت خونی نشه؟ تو کی هستی مرزوخ؟ تو چی هستی مرزوخ؟ منو فرستادی کشیک بدم که این جهنم رو بپا کنی؟ چی کار داری میکنی داوود؟ چی کار میکنی داوود؟ ما الان باید بگردیم الماسا رو پیدا کنیم. مرزوخ همه امضایی که میخواستیم رو گرفته، سهممونو نمیداد. خودم اولین چاغو رو بستدم تا بفهمه ما به هیچ کس رحم نمی‌کنیم. جاسم چرا ما نباید به هیچ کس رحم کنیم؟ ما تبدیل به چی شدیم؟ بیا اینجا ببینم. تقریبا کار تمومه. باید کمک کنیم بگردیم الماسا رو پیدا کنیم. تو کسی نمیده بزنیم به چاک. تو حیوونی. همتون. به شما کمک کنم خودم میکشمتون. جاسم من و تو برادر هم بودیم. با هم عهد خونی بستیم که مرد باشیم، نه اینکه آدم بکشیم. سکون ببینم، شما همه تو میدونستید قرار چه اتفاقی بیفته، برای همین من از ماجرا دور نگه داشتید. چرا میری داوود؟ سر جات وایسا. به جون ناصر داره فرار میکنه. جاسم با تو. یادت اومد؟ آره در یادت میاد. اون چشاتو وقتی قیس میشه خوب میشنسم. وقتی فرا کردی خواجه بدر میخندید، ما میزدیمش اون میخندید. جاسم و ناصرم گفتن الماسا رو تو بردی. من از فرصت استفاده کردم، خواجه بدر رو که مغر نمیامد کشتم با همین دسته خودم. بعدم اون سمه رو برداشتم و رفتم، فقط همین. چرا وقتی پیدام کردی منو نکشتی؟
دنبال الماسا بودی؟ الماسا تو میدونی ثروت من چقدره؟ ببین اگه پول دلجو میتونست تو رو از مقام تو بانک پایین بکشه، اگه جاسم نمیمرد، اگه اون پلیس سمش مزهر نمیشون، ثروت من رو از چند برابر شه. این الماس، این الماس خیالی من چقدر میارزه؟ از رویه های آدمی مثل جاسم میمونه. من فکرهای بزرگتری داشتم، راحت میستم ثروتمندتری مرد این کشور بشم. وقتی دوباره پیدا کردم ترسیدم. وجود آدم های مثل تو برای این دنیا خطرناک، همه سم میمونن. من آدم موفقیم. از بچگی آدم دادن که دنیا مثل جنگل میمونه، بکش تا زنده بمونی. من اینجوری زندگی کردم، به ثروت رسیدم، به پول، به قدرت. اما تو، وقتی تو رو دیدم، تو اون آدمی نبودی که انتظارشو داشتم. آدم هایی که مثل حسین سالا زندگی میکنن، همیشه بازندن. کلماتی مثل صداقت و شرافت و اراجیف، کلماتی هستن که فقط بر آدم های بازنده، آدم های ضعیف. اما نه، تو موفق بودی، یه جای کار میرنگی. فکر کنم باید بکشمت پایین، ذلیلت کنم، خاکت کنم. خیلی سعی کردم تو رو از قدرت بکشم پایین، اما نشد. خیلی خوب، هنوزم دیر نشده. حالا که نه پول درجوی هست، نه جاسمی، باید سعی کنم آدم های بزرگتریشیم. دنیا ما آدم های بزرگتره. من از یه سری کار نیمه تموم دارم. چرا باید از اول به خودت صحبت نمیکردم؟ تو که هنوز مدیرعامل اون بانکی. بذار که سعی کنم سرنگونت کنم، باید از اول به خودت مذاکره میکردم. حتما میدونی که من آدم اهل معامله نیستم. ظاهرا هیچ وقتم نبودم. کجا؟ یه آدم عاقل که دوباره یه سوراخ گزیده نمیشه. یه دفعه رفتی، حالا که همه چیزو میدونی بذارم بری که همه پلیسی داشتن میسی سراغم. تو چی راجع به من فکر کردی؟ من اگه همین الان کشته بشم، از زندگی کردنم پشیمون نیستم. پشیمون نیستم که اینجا. اگه این چیزایی که گفتی نمیفهمیدم، نمیفهمیدم که دستام از خون خواجه بدر و خانوادش پاکه، زندگیم چه جهنمی میشد. اون اسلحه رو بندازم این مرزوق، وگرنه یه لحظه هم تو زدنت مکسه میکنم. حیف شد، باید همینطوری بکشمت بدون تشریفات. بابام حالش خوبه خوبه، رفته پی کاری یکم دیرتر میرسه. این لیلا جان، جانم اما من دیگه وقتی ندارم. خیلی دلم میخواست حسینو ببینم، اما انگار دیگه فرصت
فرصتش نداره. همین که شنیدم حالش خوبه کافیه. یه امانتی دارم میخوام برسونی به دستش. چرا اینجوری حرف میزنی امو رحیم؟ میدونم من این حسه خیلی خوب میشنسم. لیلا جان میخوام یه کار دیگه برام بکنی. چشم، هرچی شما بگید. باز ظهرم و باز خاک و باز داد از تشنگی، باز خون و باز درد و باز عشق بندگی، باز تنهای پیتاب بی سیر و دست تو کیفم، باز موهای خیزاب نوده از خون بیدم، باز منصور اینال حقی زیده مظلوم بار، باز گردن ها که زین سمیره ود بالای دار، باز شور عاشقی افتاده در میدان خون، باز مردان خدا از اس گشتن واژه گون، باز یاران عیلی با فرق خون این صحنه مست جل را به خون آغشته کردن، باز یاران حسد در کام خود تلخی زده کردن. باز این خونابه های مانده در تک، ناله های زینب و ام عبی را تازه کردن، باز یاران حسین در دشت غربت رأس خود را بر فیراز نیزه کردن، باز شام غروب تو در اسیری، باز اولاد نبی در مرگ باز گریه کردن، باز هارون و قل و زنجیر و زندان این ستم کاران چه ها شیعه کردن، باز تکرار مکرر می شود تاریخ شیعه، باز تکرار مکرر می شود تاریخ شیعه، شیعیان با خون خود تکرار حق را زنده کردن، باز یاران علی با فرق خون این صحنه مست جل را به خون آغشته کردن، باز یاران حسن در خام خود تحقیه زهر جفا را مزده کردن. بیا نیت کن، نیت کن در دیگه خودت بردار. باز تکرار مکرر می شود تاریخ شیعه، شیعیان با خون خود یا علی، یا علی حواظت باشی، یا علی بر جمال محمد صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست درد نکنه واسه بفهم آقا جواد شما اجرتون با امام حسین، دست شما درد نکنه. شما امام حسین هر چیز نظرتون قبول. دست درد نکنه آقا سید، قبول باشه. بکشیم دیگه. بله یا علی. محمد صلوات الله علیه.
بار تلفن زدم. الو الو حسین سلام، تو کجایی الان؟ تموم شد رایله، این کابوس تموم شد، حالا دیگه شدم همون مرد آزادی که بودم. هیچ وقت بدون تو نمیتونستم. تو تنها کسی بودی که بهم اعتماد کردی، حتی وقتی که خودم هم به خودم شک داشتم. تو فقط برگرد خونت. بفرمایید. من همیشه به تو ایمان داشتم. میدونستم از پسش برمیای. از تشنگی باز خون و باز درد و باز عشق بندگی، باز تنهای پیتاب بی سیر و دستی تو کیفم، باز موهای خیزار بروده از خون بیدم، باز منصور عین الحق زیده مظلوم بار، باز گردن ها که زین سمیره ود بالا گردان، باز شور عاشقی افتاده در میدان خون، باز مردان خدا از از گشتن واژگون، باز یاران عیلی با فرق خون این صحنه مست جل را به خون آغشته کردن، باز یاران حسد در کام خود تلخی زهر جیفا را مزه کردن. باز این خونابه های مانده در تک، ناله های زینب و عمر عبیر تا. ناصر رو دستگیر کردن، وقتی شنید مرزوق کارش تمومه حاضر شد با ما همکاری کنه. تو این سالا از ترس مرزوق بود که حرف میزد. مرزوق هم پول درجی رو خریده بود تا واسطه پولشویی‌هاش کنه. تو فقط صد را بودی، واسه همین پرونده قدیمی تو گرفت زیر بغلش و اومد سراغ فوردرجو و جاسم و بهش معرفی کرد. بعدم بهش گفت یه چیزایی داره از تو که میتونه زیر پاتو خالی کنه، فوردرجو بشه رئیس، خودش هم به پولشویی و وامای کلونش برسه. واسه من همه چیز روشنه. من آمادم تا هر جایی که لازمه امرات بیام. تو آزادی، پروندت مختومه است، بقیهش با من. برو از زندگی تو لذت ببر. شاید یه وقتی فراموش کنی که تو این مدت چی به تو گذاشته. فراموشی چیزیه که یه عمر اذیتم کرده، دیگه نمیخوام چیزی رو فراموش کنم. چند سال تو این شهر بودی؟ اونقدر که بخشی از وجودم اینجا جا گذاشته باشم. من یه تشکر بهت بده کارم، به خاطر اعتمادی که بهم کردی. اعتماد کردن به تو کار سختی نیست. تو فقط تنها نبودی که بار سنگین این قصه قدیمی از دوشت برداشته شد. حالا دیگه همه میتونیم راحت زندگی کنیم. میخوام یه شعبه از نینوا تو این شهر بزنم، تو خرم شهر. اینجا شهر منه. خیلی حس خوبیه وقتی میفهمی ریشت تو کدوم خاکه.
Keep going.